هر مشتری حقیقی که دست چک ندارد اما دارای حساب جاری است میتواند چکی را به صورت موردی از بانک دریافت کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی هر مشتری میتواند حداکثر در هر تقاضا 2 و سالانه 5 فقره چک موردی دریافت کند. در مقررات اعطای چک تأکید شده که امکان استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت وجود ندارد و نمیتوان آن را به حساب جاری مشترک اعطا کرد. همچنین این نوع از چک غیر قابل انتقال به غیر است. طبق مقررات جدید اعلام شده به بانک ها، اعطای چک موردی به مشتری باید از طریق ثبت مشخصات در سامانه صیاد و دریافت شناسه 1 تا برای هر برگ چک انجام شود، ولی نیازی به رعایت فرایندها و الزامات ناظر بر اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری نیست. چک موردی را این افراد نمی توانند دریافت کنند. اشخاص ورشکسته، افرادی که توان یا تمکن مالی برای پرداخت بدهیشان ندارند، افراد صادر کننده یا امضا کننده چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا وکیل و نماینده آنها، اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی از داشتن چک محروم شده اند و اشخاصی که حساب جاریشان به دلایل قانونی مسدود شده، البته به جز مواردی که صرفاً بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده باشد. از سوی دیگر اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چک‌های موردی قبلی اعطایی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک ممنوع است. در اصلاحیه بانک مرکزی تأکید شده که اشخاص حقوقی نیز می توانند چک موردی دریافت کنند، به شرط آنکه این موارد از سوی آنها رعایت شود: صورت حساب‌های مالی به صورت سالیانه حسابرسی شوند، اظهارنامه مالیاتی نزد مراجع مالیاتی ثبت شده باشد و مطابق آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار بدهی غیر جاری نداشته باشند.